از چندین سال بدین سو مشکل کم آبی در نقاط مختلف پایتخت رونما شده است. از یک سو سطح آب کابل به شدت پایین رفته است و از سوی دیگر آبهای زیرزمینی به شدت آلوده است. ساکنان پایتخت بیش از 90% نیازهای خود را از طریق آبهای زیرزمینی برآورده می کنند. این در حالی است که استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی سبب شده است که سطح آب پایین برود و چاه‌ها کم آب و حتی خشک شوند. شماری از شهروندان کابل در پیوند به این موضوع میگویند پیش از این با حفر چاه‌های نیمه عمیق به آب می‌رسیدند، اما اکنون برای رسیدن به آب باید زمین را بیشتر حفر کنند و فعلا امو آب کم شده، باز امو را رسانده به 70 متر مثلا که دو هم آب بسیار کم شده. خلاصه یک مزله بسیار بزرگ است، کلان است. در این باره باید هرچی بیشتر حکومت ما، دستاندارکارای ما یک توجه جدی داشته باشد که نشه خدای نخواسته یک وقت تمام شهروندای کابل از دست به آبی پایتخت ترک بکنه. ولی خو یک نام نیست، انتحاری است، انفجاری است، ولی او زمان یک کار ناخودآگاهی هست که مجبوراً باید مردم پایتخت باید ترک بکنه. در این لحاظ باید که یک توجه جدی دولت داشته باشه. ما در نمی کارتیسی زندگی میکنیم، تقریبا بابه بابه کلانای ما اینم اینجا زندگی کرده. در کابل ما خودیم که خورد بچه بودیم اینم اینجا آو ما خود تقریبا در 3.5 4 متری چا آو داشت. حالا آو رسیده در 45 42 43 متر آو رسیده. اینم اینجا آو در کابل خوب بیخی سطح آو پایین رفته. آو بسیار ضرور است که می بنده جور شوه و دریای شفاف دارن خود دزدکار نمیجنه. هر کلیشون در روی پلان و کاغذ است، کاش که در روی عمل باشه. یک کلش پلان گوین پلان است دیگه. پلان گفته همون مردم یک میگفتی دولت ها کشی بدر کار میکنه، اما افسوس که عمر ما کوتاه 70 یا 80 سال عمر داریم، کاش که 200 سال عمر میداشتیم. هفته گذشته دفتر معاون اول رئیس جمهور از کاهش سرسام‌آور آب‌های زیرزمینی در شهر کابل هشدار داد. در اعلامیه این دفتر آمده است که استفاده بی‌رویه و غیر تخصصی از آب‌های زیرزمینی کابل وضعیت زیست محیطی پایتخت را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه در جریان 3 دهه گذشته وضعیت آب‌های زیرزمینی شهر کابل از نظر کمی، کیفی و مدیریتی در حالتی بحرانی قرار گرفته است که ادامه چنین وضعیتی شرایط ناگوار و وخیمی را در پی خواهد داشت. مسئولان در ریاست حفاظت از محیط زیست میگویند سفره‌های آب‌های زیرزمینی برای 6 میلیون جمعیت شهر کابل کافی نیست. کاظم همایون رئیس این اداره میگوید مشکل کم آبی علاوه بر این که تأثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور خواهد داشت، تبعات بد زیست محیطی نیز دارد. ریاست حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از این بحران اقدام فوری جیره‌بندی آب را پیشنهاد می‌کند. ما بیشتر باور داریم که سر مدیریت آب بیشتر جیره‌بندی صورت بگیره و همچنان یکی از گپای عمده که میتونه بر ما کارگر باشه سیاست‌های باسنگری، سیاست‌های حقوقی و سیاست‌های اقتصادی ماست. یعنی ما در کنار از یک از ابزارهای نرم کار می‌گیریم، آگاهی می‌دهیم، جدا از ابزارهای سخت کار بگیریم و بکشانیم تعداد نظام شهری مختل می‌سازند، در دادگاه و در زندان بندازیم میشون. ای ابزار سخت و همچنان سیاست های اقتصادی ما هم متاسفانه سیاست های معیوب است. ما باید باسنگری بکنیم در سیاست های اقتصادی خود. رشد بی‌رویه جمعیت، مصرف بی‌رویه و نادرست آب توسط شهروندان و کاهش بارش‌های برف و باران طی سال جاری از عوامل مهم و تأثیرگذار در روند کم‌آبی شهر کابل است. از سوی دیگر، آنچه که بر ادامه این وضعیت دامن زده است، ناتوانی دولت در مدیریت شهری و ارائه نادرست خدمات به شهروندان کابل پیرامون همین موضوع است. نظام‌الدین اقبال‌واک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب با تایید معضل آب در پایتخت میگوید سطح آب‌های زیرزمینی با توجه به مناطق مختلف تا 7 متر نشست کرده است و در راستای تامین آب مشکلات بسیاری وجود دارد، اما این اداره امیدوار است با تطبیق و بهره‌برداری پروژه‌هایی چون بندهای برق شاهدود
بند شاه و عروس در سال 1400 شمار زیادی از شهروندان پایتخت به آب آشامیدنی دسترسی پیدا کنند. دغه پروژه چې موږ تر لاس لاندې نیولې دا خورا ګټورې دي. یعنې ما مخکې یادونه وکړه د شاتوت بند چې 2.2 میلیونه نفوس ته اوبه ورکوي، د کابل همدارنګه شاه و عروس بند چې هغه د هغه شکردرې ولسوالۍ او هغه شاوخوا سیمو ته اوبه برابروي، د دې تر څنګ بیا د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کوي. نو په ټوله کې دغه پروژې ډېرې مؤثره دي د دغې وچکالۍ په مقابل کې. استفاده یه بیش از حد آب توسط شهروندان، موترشویی ها، حمام ها، حوض آب بازی و قالینشویی ها بیشترین میزان مصرف آب در کابل را دارد. رئیس اداره محیط زیست کابل با درخواست همکاری از شهروندان کابل میگوید تمامی شهروندان در کم آبی پایتخت نقش دارند و با درک این موضوع که بحران آب نگرانی های جدی را به دنبال خواهد داشت صرفه‌جویی کنند. وی به مسئولان نیز توصیه میکند تا برای جلوگیری از بحران آب مالی عوض کنند. که سفره‌های آبای زیرزمینی شهر کابل برای 6 میلیون جمعیت بسنده نیست. به همین خاطر است که اگر خوشسالی هم نمیه استفاده بیروی که از سفره‌های آبای زیرزمینی میشه و همچنان آبای سطحی نداریم در شهر کابل، ای دلیل عمدهش است که این خشکی آمده. در صورتی که خوشسالی ها در کشورهای خشک بیشتر شوه، این یکی از تاثیرات عمده هزینه است که تبایی های زیادی را به وجود میاره. صرف اقتصاد کشور را نمیزنه، در حالی که سایر اجزای طبیعت هم میتونه تاثیر بسیار منفی داشته باشه. خشکسالی های اخیر و تغییرات اقلیمی، کاهش ساحات تغذیه آبهای زیرزمینی، افزایش نفوس و استفاده بیش از حد ذخیره های موجود آبهای زیرزمینی از عوامل مهمی است که به این بحران دامن خواهد زد. با گفته کارشناسان اگر راهکاری برای حل این معضل سنجیده نشود، در دراز مدت می تواند به بحران های خطرناک و غیر قابل کنترلی تبدیل شود.